سرخط خبرها. لاروف به امریکا نسبت به خطر جنگ جهانی سوم هشدار داد. امریکا به مقام‌های ارشد پیشین افغانستان اقامت دائم نداده است و آنها نگرانند. موضع‌گیری بلژیک به حمله گسترده اسرائیل به کرانه باختری. طالبان به نماینده یونما گفت به اصول ما احترام بگذارید. و شهباز شریف میگوید حملات طالبان پاکستانی از خاک افغانستان سازماندهی می شود. مشروع خبرها. وزیر خارجه روسیه میگوید قدرت‌های غربی با بررسی اجازه دادن به اوکراین برای حمله به خاک روسیه با سلاح‌های غرب با آتش بازی میکنند. سرگئی لاروف نسبت به خطر جنگ جهانی سوم هشدار داد و گفت برخلاف تصور آمریکا این جنگ محدود به اروپا نخواهد بود. سرگئی لاروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در مسکو به خبرنگاران گفت قدرت‌های غربی با بررسی درخواست‌های اوکراین برای کاهش محدودیت‌ها در استفاده از تسلیحات غربی به دنبال تشدید جنگ اوکراین و به دنبال دردسرند. او قدرت‌های غربی را به کودکان تشبیه کرد که با گوگرد بازی می‌کند. آقای لاروف تأکید کرد بازی با آتش برای کسانی که مسئولیت سلاح‌های هسته‌ای در یکی از کشورهای غربی را به عهده دارد بسیار خطرناک است. وزیر خارجه روسیه افزود که آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که جنگ جهانی سوم منحصراً محدوده اروپا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سرگئی لاروف گفت که مسکو در حال روشنسازی دکترین هسته‌ای خود است. ارتش اوکراین در ششم اسد سال جاری با استفاده از سلاح‌های غربی به ویژه آمریکایی به منطقه کورسک در جنوب روسیه حمله کرده و بخش‌های از این منطقه را تصرف کرد. روسیه اعلان کرد که کیف در این حمله از تانک‌های بریتانیایی و سیستم موشکی آمریکا استفاده کرده است. اوکراین هم تایید کرد که در این حمله از موشک‌های همارس ساخت آمریکا برای تخریب پل استفاده کرده است. کاخ سفید اعلان کرده بود که از حمله اوکراین به روسیه خبر نداشت، اما سرگئی نارشکن رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه روز سه‌شنبه اعلان کرد که به اظهارات غرب مبنی بر اینکه ارتباطی با حمله کورسک ندارد باور نمی‌کند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه هم گفته که دخالت ایالات متحده یک واقعیت آشکار است. سه سال پس از سقوط، منابع آگاه گفتند که آمریکا به شماری از مسئولان ارشد نظامی و ملکی که پس از سقوط به این کشور منتقل شدند هنوز اقامت نداده است. این افراد شامل دو وزیر، دو فرمانده ستاد ارتش، 8 معین و 10 جنرالند. همچنان یک منبع از نهاد مهاجرتی در آمریکا به نام لوریتون گفت که دفاتر آن در ویرجینیا، کالیفرنیا، اوهایو، مریلند، ویرجینیای غربی و فیلادلفیا به 118 نفر از نظامیان و جنرالان سابق افغانستان کمک کرده است. به گفته این نهاد، این افراد هنوز اسناد اقامت دائم خود را دریافت نکردند. پس از سقوط دولت افغانستان به دست طالبان در 26 اسد سال 1400، نیروهای آمریکایی و ناتو علاوه بر همکاران خود هزاران تن از نیروهای سابق امنیت ملی و مقامات دولت سابق را با خانواده‌هایشان انتقال دادند. سه سال پس از این رویداد، هنوز ایالات متحده به جنرال‌های ارتش، پلیس ملی، امنیت ملی و محافظان ویژه رئیس جمهور یا PPS اسناد اقامت نداده است. با گزارش قدس پرس، حجه الحبیب وزیر امور خارجه بلژیک خواستار تلاش‌ها بر ملزم کردن اسرائیل در توقف عملیات‌های نظامی در کرانه باختری شد. این مقام بلژیکی ضمن تاکید بر ضرورت عمل کردن رژیم صهیونیستی به تعهدات بین‌المللی، خواستار مجازات مقامات تل‌آویو به دلیل نسل‌کشی شد. وزیر خارجه دولت بلژیک رای حل دو دولتی را یگانه رای حل مسالمت‌آمیز و پایدار برای توقف درگیری‌ها میان فلسطین و تل‌آویو دانست. پیشتر نیز معاون نخست وزیر بلژیک در سخنان گفته بود که این کشور در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا از تحریم ایتامار بنگویر و بلزالل اسموتریچ وزرای امنیت داخلی و دارایی رژیم اشغالگر حمایت خواهد کرد. او افزود سیاستها و اظهارات مقامات اسرائیلی در خصوص نسل‌کشی نباید بدون مجازات بماند. گفتنی است که رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه یک حمله نظامی بزرگ را در کرانه باختری اشغالی آغاز کرد و حداقل 3 شهر را از زمین و هوا مورد حمله قرار داد. منابع فلسطینی گزارش دادند که 10 فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شهر جنین و اردوگاه الفارعه واقع در شمال کرانه باختری شهید شدند. در عین حال نشریه عبری یدعود اهارنوت نوشت که عملیات در شمال کرانه باختری چند روز به طول خواهد انجامید و بالگردها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز در آن مشارکت خواهد داشت. رادیو رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که عملیات نظامی در شمال کرانه باختری بزرگترین عملیات از سال 2002 میلادی در این منطقه خواهد بود.
یک مقام طالبان در دیدار با مسئول سیاسی یونما در کابل گفت که دیپلمات‌های خارجی باید با اصول موجود در افغانستان احترام بگذارند. این دیدار 3 روز پس از انتقاد یونما از قانون امر به معروف صورت می‌گیرد. یونما از محدود شدن حقوق مردم و اختیارات گسترده محتسبان انتقاد کرده بود. ذاکرالله ذاکر، رئیس دفتر معاون رئیس الوزرای طالبان، روز چهارشنبه در دیدار با اسکات اسمیت، مسئول بخش سیاسی یونما در کابل گفت: امارت اسلامی به کار تمام دیپلمات‌های خارجی مقیم این کشور احترام می‌گذارد و از آنها می‌خواهد که به اصول موجود احترام بگذارند. یونما هشدار داده بود که قانون امر به معروف با چشم پوشی از تنوع مذهبی افغانستان تاثیرات نگران کننده بر آزادی های مذهبی دارد و محدودیت هایی را برای کار خبرنگاران و رسانه ها ایجاد می کند. این سازمان افزود که محدود کردن بیشتر حقوق مردم تعامل کشورها با طالبان را دشوارتر خواهد کرد. ذاکر گفت که نگرانی سازمان ملل و کشورها در مورد قوانین طالبان بیجا است. او گفت طالبان به حقوق بشر در چارچوب اسلام به احترام میگذارد و قوانین در افغانستان بر اساس دین تنظیم میشود. بنابراین هیچ دلیل برای نگرانی وجود ندارد. این مقام طالبان همچنین تاکید کرد که مسائل جاری باید از طریق گفتگو حل و فصل شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان میگوید که تحریک طالبان پاکستانی حملات خود را علیه این کشور از خاک افغانستان سازماندهی میکند. او گفت که پاکستان نگرانی خود را در این زمینه با طالبان در میان گذاشته و عملیات را انجام داده است. نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه 6 سنبله یک روز پس از کشته شدن بیش از 70 نفر در حمله شبه نظامیان در بلوچستان در کابینه گفت که نیروهای امنیتی با تمام امکانات علیه تروریسم اقدام می‌کنند. او با اشاره به این حملات گفت آنها قصد دارند توسعه بلوچستان و سایر نقاط کشور را از طریق کریدور اقتصادی چین و پاکستان مختل کنند. در حملات اخیر جدایی طلبان بلوچ در بلوچستان و درگیری‌های تلافی جویانه ارتش ده‌ها نفر کشته شده‌اند. شهباز شریف در سخنرانی خود در کابینه همچنین گفت این دیگر پنهان نیست که تحریک طالبان پاکستان حملات خود را از خاک افغانستان تراحی می‌کند. آقای شریف با تاکید بر اقدامات فوری برای مبارزه با تروریسم در پاکستان گفت که هیچ گونه مذاکره‌ای با تروریست‌ها انجام نخواهد شد. پاکستان بارها از طالبان خواسته است که به حمایت از تحریک طالبان پاکستان علیه اسلام‌آباد پایان دهد، اما طالبان به طور مکرر حمایت و پناه دادن به این گروه در افغانستان را رد کرده است. در تازه ترین مورد رئیس ستاد ارتش طالبان گفته که پاکستان هیچ مدرک برای حضور TTP در افغانستان ارائه نکرده است. در سال 1401 نیروهای هوایی پاکستان اعلان کرد که به مخفیگاه تحریک طالبان پاکستانی در ولایت کنر، خوست و پکتیا حمله کرده و بین 25 تا 30 عضو این گروه کشته شدند. با تشکر که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید. لطفاً نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را در بخش کامنت برای ما بنویسید.